سلام و همه بچه های ساکر پادکست امیدوارم که حال همتون خوب باشه سال نوی همتون مبارک باشه سال خیلی خوبی باشه براتون سال 1403 این اولین آیتم امسالمونه اومدیم راجع به خبر بعد تقریبا برای رالیا صحبت کنیم مصومیت گلر اصلیشون که دوباره مصوم شد کورتوا و به طور کلی هم رو بگم ما برای بچه ها که تازه ما رو بینم ما راجع فوتبال اروپا صحبت میکنیم اگه دوسته سابسکرایب کنیم لایو ریاکشن هم به بازی حساس میایم علامت زنگوله رو بزنیم ما هر موقع بیایم لایو خودتون خبردار میشین اگرم پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما تو بخش کامنت ها برامون بنویسین عطا رو داریم چطوری عطا سال نوت مبارک سلام سلام با بچه ها که حالا همه خوب باشه و با. اولین روز 1403 رو بر قدرت و با حال خوب استارت زده باشن و بعد یه سال بچه ها رو داریم میبینیم و امیدوارم که آره شفیه. شارمبه ای رو... کرد آره ولی خب خب خبر بعدی داریم سال و شروع آره برای آلیا آره برای آلیا خبر بعدی آره. آره. آره من با توجه به اینکه با توجه به اینکه شما مسئولیت کورتوا من این آرهتی انسانی برای همه آها با... همه. با انسانی که بله <applause> حالا من با توجه به شرایط که برای رئال مادرید پیش اومد حتی من فکر کنم کورتو اول فصل به دلیل ربات صلیب مسئولیت ربات صلیبی تا اینجای فصل قایب بود بازی هم انجام نده بود خب رالیا رفتن کپا رو گرفتن از چلسی به عنوان گلر اولشون قرارداد قرضی که این یه سال بتونه فیکس بازی کنه و لونین به عنوان گلر دوم که انقدر عمل کرده کپا ضعیف بود که لونین رو مجبور شدن بذارن حالا بازم با توجه به عملکرد سینوسی که داشت اوایلش خیلی خوب کار نمیکرد ولی اگه یاد باشه از بازی با ناپولی توی مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا انقدر خوب سیو کرد که از اون موقع اعتماد به نفس خودش رو به دست آورد تونست یه کمی روی دروازه مطمئنتر باشه و بدون که همین کم فهمید که تا آخر فصل تقریبا گلر یکه و به کپا ترجیح داده شد خب خیلی توی کانفیدنس و دروازه‌بانی لونین تاثیر گذاشت آره ولی خب همه رالیا منتظر بودن با تجربه قوری که خورد حتی مقابل سیتی کورتوا تو گلشون باشه دیگه که حالا اخبار مصومیتش رو بگو برای بچه ها که اصلا چی شد مصوم شد چه جوریه داستانش چیه آره خب کورتوا که حالا داشت ریکاوری میکرد و دیگه تو مراحل آخر ریکاوریش بود از اون رباتی که داده بود اول فصل ولی خب دیروز تمرینا ربات که زانوی پاش مثل که اتفاقی افتاده براش دیگه دقیق دیتیل نیست که داخلی که داخلی بر و عمل جراحی کرد خب خیلی بحث این بود که جراحی بکنه یا نکنه و گفتن جراحی بکنه میشه 5 ماه دوریش میشه دو ماه که حالا بیانیه ای که راهال دادیم بود که جراحیش موفقیت انجام شد و میزان تخمین زده یعنی میزنی که تخمین میزنن واسه دوریش هم نزدیک دو ماهه تقریبا همون هفتش هفته که احتمالا تا آخر فصل نیست یعنی دیگه احتمالا که قطعا تا آخر فصل نیست و احتمالا اینکه به یورو برسه هنوز مشخص نیست حالا ببینیم میرسه برای بلژیک بازی کنه تو یورو 2024 یا نه حالا بعد ببینیم که آره اتفاقا فکر میکنم که دیگه تنها امیدی که داره اینه که به, با... به یورو برسه ولی خب حالا به طور کلی مصومیتی که خیلی مصومیت های بعدی هم که کم ربات پشت سر هم در تو... یعنی در هم پوشانی هم داشتن این مصومیت هاش منظورم اینه و خب این ولی فکر نمی کنم برای گلر خیلی خطرناک باشه به با اون صورت حتی چون که تو معمولا بازی که ربات میدن حالا مخصوصا دیگه با ترس فوتبال بازی میکنن یا مثلا پاشون استخوناشو خیلی بد میشکنه دیگه اون اگریسیو بودن ندارم مثلا بازیکنای تو خط هافک و خط دفاع ولی گلر که پاشین طوری مصوم میشه فکر میکنم بچه برام کامنت کنه که کجا مصوم شد من فکرم توی تمرینات اون ربات اول داد این یکی یک آره. که مطمئنم تو تمرینات داد ولی ربات اول رو باید اولی هم تمرین داداره اولی تمرین... علوازی... من داره اولی این, این نکته رو بگم به نظرم یه نقطه ای که واسه یه گلر دوباره داره اتفاق میفته میتونه نگران کننده باشه به نظر چون گلر آنچنان میگم جایی که گفتی فعالیت آنچنانی نداره در طول بازی یعنی از پاهاش خیلی کار نمیکشه به خاطر همین احتمال مصوم شدن دوبارهش کمتره به نسبت به خب همین مدافع ولی اینکه دوباره توی ریکاوری یه مصومیت دوباره براش پیش اومده توی همون نواحی به نظرم میتونه نگران کننده باشه یه کمی خطری هست نه یه کمی خطری هست با, با تجربه جایگاهی که خب توی رئال مادرید داره و خب که گرفته آه. و یکی از بهترین گلرای دنیا سی اگه نگیم بهترین بود حالا یکی دو فصل که حالا واقعا بهترین گلر دنیا بود و خب فکر میکنم که خیلی توی روند بازی تاثیر داره حالا در مورد بازی با سیتیشون چی فکر میکنی؟ حتی فکر میکنی که نبود کورتوا خیلی حس یا اینکه نلونی میتونه اون استاندارد حالا شاید سوپر سیف نشه ولی اون استاندارد گلری رو داشته باشه یا اینکه تو چمپیونز لیگ اوزا نظر سخت ببین لونین حالا رئالیا به نظرم خیلی حساب میکردن روی برگشتن حالا هم ادر میلیتاو که فکر میکنم نزدیک سه هفته برگشته به تمرینات گروهی هم خود, خود تیبو کورتوا ولی لونین حالا عمده بازی خوبی که این فصل داشته من نظرم توی چمپیونز بوده حالا چه جوری ناپولی هم محل گروهی چه لایپزیگ کلی سوپر سیف کرد ولی نمیدونم به نظرم خیلی متفاوت بازی جلو منچستر سیتی و یه محک جدیه واسه لونین بازی جلو منچستر سیتی چون مثلا موقعیت که لویس اوپندا نزد ششکو نزد اون موقعیت ها رو یا اندیات خولیان آلوارز کوین دیبرون اینا رو را به راحتی گل میکنن به نظرم و نمیشه به نظرم استناد کرد به اون دو تا دو سه تا بازیشون توی چم ولی لونین واقعا گل گوله... گلر دو خوبه یعنی اون نوشت... اون حرفی که یورگن کوپ به حالا کلهه رو آلیسون میزنه که من بهترین گلر گلر یک و دو جهان دارم مثلا کارلو آنجلوتی هم راحت میتونه این حرفو بزنه که حتی بگه بهترین گلر یک و دو و سه جهان من دارم حالا کپا دیگه من در حد گلر سه میتونه ولی بل... آره نه کپان خب بالاخره گلری که اسم داره ولی خب اصلا این موفق نبود منم که میگم من, اصلاً 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 من ندارم اصلا چرا اینو خریدم اصلا من اصلا, 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 چلسی دلیمان... خلصی... اصلا نمیدونم یه میلیون گرفت چه کار میکنه اه... آره من که رئال یه میلیون داد اینو گرفت اصلا که چی آخه من نمیدونم شو مثلا گلرای تو این سبکی که مثلا کپا رفلکس های بالایی داره مثلا یه کمی نسل قدیمی همین مثلا اوچوا گلر مکزیک اگه شما هم اسمشو بودش دیگه بازی مثلا ولی اینا تو فوتبال مدرن اصلا جایی دیگه ندارم من تعجب میکنم که کپا رو چرا فقط به خاطر بازی با پا خریداری میشه که حتی مثلا به نسبت اونانا هم رفلکس های ضعیفتری داره و اعتماد به نفس پایینتری حالا ما اینم از اونانا هم انتقاد میکنیم ولی خصوصا در این من... نکته هم که مثلا نه کارلو آنجلوتی بیه که بیلدا پاز بکنه نه رئال مادرید تیم بوده که بیلدا پاز مثلا کلا فلسفه آره. خرید کپا رو درک نمی‌کنه مثلا بارسا می خریدش چون زمانی که تو بیلبا بود خیلی لینک میشد به ما ولی اصلا رئال اصلا گولری نبود که یعنی کپا تایپ گلری نبود که رئال بره, بره بخواد دقیقاً تو همون صف که اینا معمولا رئال دنبال گلر بودن و حتی حالا یه کمی هم راجع به اخبار امباپه خبری هست برامون بگو برای رالیا ببین امباپه که خب به احتمال 99 و 99, 999 قطعی شده به رال و دیگه اصلا خیلی نکته فقط کار دارن مذاکرات آره این دیتیل ها رو انجام میدن که مثلا حق تصویر و بندای ریزه میزه تو قراردادش که احتمالا اگه پاریس حذف شه جلو بارسا حالا یا نیمه نهایی من احساس میکنم که اعلام میشه رسما اتفاقی که قرار بود جلو سوسیه داده که حذف بیفته ولی اتفاق اشتراب ناپذیری و قراره که توی برنابو ج... جد... برنابو جدید هم دیگه معرفه بشه احتمالا اولین بازیش هم جلو بارسا باشه توی اه... تور پیش فصل آمریکا که برنامهش هم اعلام شد که هم میلان هست هم سیتی هست هم بارسا هست و با هم بازی میکنم قبلش هم که یورو چه تابستون فوتبالی قبر. بشه و اینم بگم که هم بازی با منپولی فکر میکنم که امباپه هتریک کرد یه گل فکر کنم پشت 18 زد که گل قشنگی بود آره و گفتش که ما لذت بردیم از بازی امباپه و فکر ما ماتریک کم کرده بود هتریکش و ولی باید یاد بگیریم بدون امباپه بازی کنیم تحسینش میکنیم ولی باید یاد بگیریم که خودمون رو فصل بعد به سطح همچی بازیکنایی برسونیم سطح تیم و سطح بازیکنامون که این یعنی خودش پیام متخصیه که بگو جان نه بگو تو بگو بعد من چی پیام مشخصیه که قطعا 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 جدا میشه احتمالا نظرم دیگه این احتمالا این این اگه انریکه اگه جلو ما نیم کرد نشینش کنه من نظرم رسالت خودش رو در حق اون دو سالی که تباخ کرد باشگاه ما رو انجام داده و این الان گفتی بلامیه... کامنت ها میان دمبل مسئولیت بالی داشت دلم که پرده گوشش پاره شده آها بالاخره اون یه مسئولیتی داشت, داشت یه قفل جدید باز کرد خلاصه <متحن> که خبر خوب برای رالیا را اینه که امباپه داره میاد خبر بد اینه که کورتوا رو نداریم برای بازی های چمپیونز لیگتون و کورتوا ببینیم به بازی های یورو 2024 با بلژیک میرسه یا نه برامون کامنت کنین رالیا را و بقیه بچه ها که این کورتوا چقدر میتونه تاثیر گذار باشه تو نتیجهتون توی لیگ و مخصوصا بازی منچستر سیتی توی چمپیونز لیگ حتی دمت چی تاثیر نمیذاره دیگه اصلا به اون کپام بیاد تو گلشون باید بدونم تغییری بکنه بچا تو چمپیونز لیگ قبیه بس <applause> 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 لیگو میگه خدا لیگ که تمام خداحizz.